باری در دروازه قرار گرفته. سید ابوالفضل رزاخور، اشور ایمانی، مهدی شیری که گویا قرار بوده قبلش سیامک نعمتی بازی بکنه، یه ضربه قشنگ و تماشایی از ایصال کثیر که توپ در اختیار اخباری قرار میگیره. پا به توپ، حرکت میکنه، مقانلو دور میزنه، یه پاس نمایشی، برخوردی که اونجا روی خط به زعم ما و به نظر آقای زاهدی فر شبیه سازی بود و کارت زرد برای شهریار مقانلو. ببینیم با هم. مقانلو بلا فاصله رو دستش پهلوان، ارسال در محبت جریمه، یه کنترل رزروح میرسه نوراللهی. عرض کردم چیزی که فقط حامد لک هست که در زمین پرسپولیس حضور داره، این میتونه خطرناک هم باشه. توپ برگشتی با جاگیریه کنعانی زادگان اونجا که این مقدار با تاخیر انجام شد. پرسپولیسی ها رو شاهد هستیم، کنعانی زادگان در نقش حالا یه بازیکنی که موقعیت گلزنی رو به وجود میاره. کورنر، دستبردار نیستن و همه روی دروازه تراکتور، حتی کنعانی زادگان. بازی نمایشی بدون خطا، کار دنبال میشه، یه بازیکن تراکتور بازم روی زمین هست، موقعیت در محوطه جریمه، یه فرصت عالی گلزنی. مهاجم پرسپولیس رفت تو دروازه اما توپ نرفت. یه اشتباه از بازیکنای تراکتور که توپ رها کردن. شانس آوردن صحنه قبلی، یه پاس حالا بعد تراکتور، فرصت برای تراکتور. روی غافلگیری بلا فاصله جواب حمله رو میدن تراکتوری ها. ببینید اینجا چه اتفاقی میفته، یه لحظه همه انگار به تصوری که توپ تو دروازه قرار گرفت اومدن خوشحالی بکنن کنار زمین از جانب نیمکت نشینای پرسپولیس. در حالی که صحنه گل امید نورافکن رو میدیدیم، توپ حسین کنعانی زادگان هم این شکلی به بیرون میره. برای ترابی از سمت چپ استارت میزنه وحید امیری، یه موقعیت، فرصت برای عبدی تازه واره، تو به تیر میخوره، برمیگرده، چه شانسی میاره اینجا تراکتور. در حالی که توپ رو پای عبدی جفت و جور نشد ولی تغییر جهت توپ خورد به تیر دروازه و اینجا یه بار دیگه ضربه از راه دور. یه موقعیت عالی گلزنی، ببینیم اینجا توپ نچسبید رو پای عبدی، توپ کمونه میکنه با برقوم خط دفاعی، برمیگرده و دیر اقدام میکنه به تعقیب توپ مهدی ترابی تا این موقعیت از دست بره. یه پاس قشنگ نوراللهی با پای چپ میزنه و باز هم موقعیت عالی گل زدن برای پرسپولیس و احمد نوراللهی که تا اینجا مرد بدشانس پرسپولیس بوده. فضای اون سمت در اختیار بازیکن تراکتور قرار میگیره، خطر روی دروازه پرسپولیس، سری برمیگردن، یه ضربه پای چپ، توپ برمیگرده و حالا توی دروازه. برخلاف جریان بازی توپی که برگشت داد و به تیر خورد و در ادامه به نظر پیمان بابایی بود که توپو درون دروازه قرار داد. خوشحالی تراکتوری ها از نتیجه دلخواهی که تا اینجا به دست آوردند. خیلی داشت جلو بازی میکرد پرسپولیس، چیزی که فیروز کریمی به دنبالش بود. بازی تک ضرب، یه کار قشنگ انفرادی از بازیکنهای تراکتور، میتونه موقعیت خطرناکی رو به وجود بیاره که به وجودم میاره. توپو بر میگردونه حامد لک، اونجا اضافه میشه اکبر ایمانی، نمیتونه بگذر از بازیکن پیش رو، حالا لو میره. تکنیکی سعید واسعی رو میبینیم، کاملا فشرده داره بازی میکنه، اثرگذاری از بازیکنه پرسپولیس و اینجا در آخرین لحظه خط دفاعی تراکتور باز هم موفقیت آمیز عمل میکنه و توپ رو ای کورنر میکنه. عبدی توپ رو گم میکنه، میبره به چپ، وحید امیری میاد رو پای چپ نگه میداره. ترابی حساسیت بیشتر و بیشتر داره میشه هر چقدر از زمان بازی میگذره. ترابی خودشو بیرون میاره تا یک موقعیت عالی رو بتونه به وجود بیاره برای عبدی و گل برای پرسپولیس. حرکت قشنگ ترابی، پاس به عقب برای عبدی و حالا نتیجه میشه 1-1. تا
باز هم معادلات لیگ در هفته 29 شکلش عوض بشه. فیروز کریمی بالاخره مغلوب شد. مرور میکنیم صحنه آیسته رو، پا عوض میکنه ترابی، جایگیری خوب عبدی، پرسپولیس یک تراکتور یک، ایمانی، شنانی هم به جای دانیال بعد به زمین بیاد. دانیال مومنی که دوندگی زیادی داشت در میانه زمین، حالا ببینیم از این توپ چگونه استفاده میکنن. شوت های غیر قابل مهار اوما، حالا پرسپولیس میشه دو تراکتور یک. اگر اونجا زوباهن هم گل بزنه به سپاهان و این نتیجه باقی بمونه، شاید همینجا پرسپولیس جشن قهرمانی لیگ رو برپا بکنه. توپ تغییر جهت پیدا میکنه، اخباری دیگه کاری از دستش بر نمیاد. نیازمند در مقابلش، صحنه حساسیه توی ورزشگاه نقش جهان. مود بنیادی فر هنوز خودش جدا میکنه. داور اگه کارت میداد شاید اتفاق دیگه ای رخ میداد. تبدیل به یک حرکت سریع میشه. ترابی در محوطه جریمه نگه میداره، یه بازیکن از مسیر رو خارج میشه. یه برگردون، وای، اگر این توپ گل میشد میتونست حتی در فهرست یکی از بهترین گل های سال فوتبال جهان قرار بگیره. چی شد این برگردون شهریار مغانلو؟ داشتم فکر کردم برفت گل، ولی از روی دروازه اومد، شادی بعد از گل رو انجام داد. انتظار داشت تو برسه به بازیکن‌های تیمش. اشتباه، خطا، کارت زرد یا اخراج. دست به جیب شدن داور و کارت زردی که حالا اعتراض دارن پرسپولیسی‌ها، و البته کارت زرد دوم. یه لحظه کارت قرمز چیزی من دیدم تو اون شلوغی دقیقه 80. اعتراض دارم ولی فکر کنم کارت قرمز، آقا پنالتی رو من میگم. افشین پیروانی هم اعتقاد داره داخل بوده که نه اصلا. خیلی خط دفاعی پرتعداد، ضربه قشنگ، عکس العمل قشنگتر از اخباری و دفاع تراکتور. چقدر خوب جاگیری کرد اخباری. دیگر از صحنه‌های زیبای این بازی که تا اینجا انصافا قشنگ و تماشایی دنبال شده و لذت بردن طرفدارای دو تیم. سفید پوشای تراکتور فرار از اون منطقه، یه نیم نگاه به محوطه جریمه توسط محمد قنبری میفرسته، ضربه سر رو میزنن تراکتوری ها، خطرناک بود. عبدی میتونه پاس بده برای ترابی، خود عبدی یه سر توپ، عبدی چقدر آزار میده. گل سوم، پایان این بازی برای پرسپولیس و درخشش مهدی عبدی با گل سومی که به ثمر میرسونه تا دیگه پرسپولیسیا خیالشون از هر جهت راحت بشه و عشق علاقه خودش رو به پرسپولیس این گونه نشون بده. خاطرات هادی نوروزی با گلزنی مهدی عبدی تکرار میشه. پرسپولیس 3 تراکتور 1. اینجا آدرس های اشتباهی که به مدافعین میده و در نهایت دیگه کاری از دست اخباری بر نمیاد تا تعویض طلایی یحیی گل محمدی معرفی بشه. مهدی عبدی ببینیم هفته های باقی مانده و البته جام حذفی آیا میتونه تراکتور رو امیدوار بکنه به اینکه جایگاهی داشته باشه در لیگ قهرمانان آسیا برای فصل آینده یا نه. درخشش مهدی عبدی.